واکنش رئیس مجلس دولت پیشین افغانستان به تحریم های وزارت خزانه داری آمریکا. بیننده های گرامی، درود و سلام بر شما. واکنش رئیس مجلس دولت پیشین افغانستان به تحریم های وزارت خزانه داری آمریکا. در پی گزارش وزارت خزانه داری آمریکا در رابطه با فساد فراملی، میر رحمان رحمانی رئیس سابق مجلس نمایندگان افغانستان و پسرش اجمل رحمانی و تحریم این دو و شرکت های مربوط به آنها، میر رحمان رحمانی در اطلاعیه که در صفحه فیسبوک خود منتشر کرد به وضع این تحریم ها واکنش نشان داد و آنها را نادرست خواند. در اطلاعیه که رحمانی منتشر کرد آمده است که بر اساس موازین بین المللی زمانی که اتهامی به اشخاص حقوقی و حقیقی وارد می شود، پیش از آن باید این اتهام به مراجع قضایی ارجاع شود. در صورتی که مراجع قضایی این اتهام را تایید کرده اند، باید به اشخاص متهم شده خبر داده شود تا آنها دفاعیات لازم را در این رابطه ارائه کرده و از خود دفاع کنند. در صورتی که دفاعیات متهمان تایید نشود، آنگاه می توان در ارتباط با تعقیب قضایی متهمان اقدام کرد. رحمانی همچنین نوشت که انتشار چنین گزارش های اعتبار نهاد منتشر کننده گزارش را تضعیف کرده و باعث بی‌اعتمادی مردم دنیا در قبال ایالات متحده آمریکا می شود. رحمانی همچنین مدعی است که تمام مدارک قراردادهایی که در مورد آنها متهم شده موجود است و به زودی آنها را به مراجع مسئول ارائه خواهد کرد. او میگوید که گزارش نهادهای مستقل بین المللی و داخلی در مورد شفافیت قراردادهایی که شرکت‌های مربوط به او با دولت منعقد کرده اند نیز وجود دارد که حاکی از سلامت قراردادها است. با تشکر که تا آخر این ویدیو با ما همراه بودید.